زن پدرم من 9 ساله دفعه یه مرد پیر مرد، اونم زن داشت بچه داشت. من هر روز میزدن، نه نون میدادن نه آب میدادن. 13 ساله زایدم که بینم من زیاد اذیتم میکنن. من شوهرم میفرستید گداره، میرفتم بشه یک قدم تو خانه بازار استانبول همه چه گداره میکردم، پولشی میوردم بدم به شوهرم، بازم به من هیچی نمیدادن. و وقتش رفتم از اون خونه قرار کردم، رفتم خونه دیگه یه جای کفرت موندم. اونجا که کفرت که مونده بودم من گولم زد، فروخ به یه زنه. اون زنه من بود آبادان فروخت. و وقتش اونجا بچه که کار میکردم درشی به من نمیدادن. خلاصه هرچی طور بود اونجا فرار کردم، اومدم تهران. اون وقت رفتم خونه شوهرم، بعدم اومدم یواش یواش اومدم اینجا قلعه. اینجا هر چی کار میکردم دادم بشوام، هر کجا هم که شکایت میکردم هیچ کس به دادم نمیرسه، میگفتم تو بچه هستی. اون وقت بعدا من بهش پول دادم، 500 تومن 1000 تومن بهش پول دادم، ازش طلاق گرفتم. 10 سال موندم تو قلعه. اون وقت یه مرد از اونجا منو نجاتم داد. بهش گفتم دازدار خدا من نجاتم بده، من با نون خشکی تو هم میسازم. عقدم کرد، الان 6 ساله به هم نگه داشته. همون بچه هم کنون شوهرم که داشتم، الان پسرم 14 سالشه. ولی واسه پسرم من هیچی نمیخره. نونم که میخورده باش بچه من دعوا میکنه، میگی زیاد میخوردش. اون وقت اونجا هم که من فروخته بودن دعوا داده بودن، خورده بودن که بچه هم نشه، شکمم سوختش. دو دفعه شکم من عمل کردن، هنوزم خوب نشدم، بازم مریضم. زن قربان ارتش بود در تربت حیدریه. من گول خوردم، یعنی فضیفا میشست و من آورد تهران. یه زن بود، زن نجیب بود که من آورد تهران. من نمیدونستم که اینجا مثلا چی هست چی نیست. دهاتی بودم، یعنی فردم دهاتی بودم. من بردم قلعه زادی، من فروختم. و الان دو تا بچه دارم، هر چی در میارم خرج دو تا بچه هم میکنم، تحصیل بکنن مثل خودم بدبخت نشن. یعنی دختر دارم یه پسرم، دوستم خوشبخت بشن. در پیشرفت و آبادانی میهن خود، من اسمم شفیقه، یک دختر بدبختی هستم. مال خاک ایران نیستم، مال روسیه هستم. 20 سال پیش 40 سال پیش من و پدر مادرم آوردن تهران. بعد پدر مادرم مردن، از بیکسی توی این محیط بدبختی افتادم. رایچایی هم ندارم، بچه دارم هستم. اگه یه کاری یه بدبختی بیچارگی باشه چرا نمیکنم؟ میکنم. نه بدهکارم، نه از کسی طلبکارم، فقط نونآور ندارم. اگه نونآور داشته باشم توی این محیط هیچ وقت نمیمونم، از این محیطم میام بیرون. بنده 6 سالم بوده من آوردن مادرم توی محیط. به سعدسا منو فروختن، بعد از سعدسا فرار کردم رفتم آبادان. دو دفعه اومدن منو گرفتنم سعدسا، به ضرب کتک و به ضرب کمتری و به ضرب پول من آوردن. آوردن دو دفعگی من خودم اومدم اینجا توی این مدرسه. الان 23 سالمه. توی این 23 سال معتاد بودم، عملی بودم، عمل متحق کردم، باز خودم یه آدمی شدم. حالا از همه دوستان همیشه گردی هم اینا که اومدن توی محیط، واسه خودشون یه شوهری کردم، واسه خودشون این محیط نجات پیدا کردم. منم ایشالله با امید خدا نجات پیدا. من یه زن بدبختی هم. یه پسرم دارم کلاس 5مه. اولا اساسم دست یه زنه که هست، میرم گم اساسم بده، میگه اینقدر بده کاره. کلانتری هم میرم شکایت میکنم، میندازن زیر فلکه شلاق میزنن، جرم میکنن. من الان بیرون الان پلی یه زنه که بچم میبرم میخوابونم، هیچ گون چیزی هم ندارم. الان 3000 تومنم بده کارم، نمیتونم درارم بدم. هر جم میرم کتکم میزنن، شلاقمون میزنن. کلانتری هم بدبختی توی این محیط دارم میکشیم سر همون بچمه. نه زندگی دارم نه هیچی، نه پول در دست دارم که بتونم برم خرج بچه‌م کنم یا خرج خودم کنم. امیدوارم اشرف پهلوی کمکی در بالای ما بکنه و آرزوی کمکم همینه. از این بدبختی بریم بیرون. من سرگذاشتم البته اینه که خب جوان بودیم، بچه بودیم، گولم زدن آوردن در این محیط. و البته مدتی، البته 3 سال پیش پدر من فوت کرد، ثروت به من رسید، فامیل من از من گرفت و گولم زد. و الانم مدت 1 سال اومدم در این محیط، خیلیم گرفتارم و ناراحتم. ولی چون فکر خودم ناراحته، نمیتونم مثل آدم خیالتی فکری شدم. من اصلا نمیتونم حتی یه خط بنویسم بخونم. به این دلیلی که الان بنده خودم گریم میگیره. خیلی من یه نفر خیلی کشیدم واقعا در زندگی. زندگی من اصلا 100000 تومان زندگی من رفته. من هیچ فکرم آزاد نیست. من از معلمان، از مدیر کلاس خیلی ممنونم، ولی نمیتونم فکرم آزاد نیست که درس بخونم. چون خیلی گرفتارم، خیلی ناراحتی دارم، خیلی بدهکارم. من شب 60 تومن باید نزول پول فقط بدم، نمیتونم زندگیم رو دارم. من از شما خواهش میکنم با مغز وجدانتون، خداتون منه یا از این محیط نجات بدن یا از این کلاس اسم من خرج بدن. بخون بول بول جوان بد میدیم از این شیشه شراب بات می دیم.
ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه دل تو ملگان شده داغو کردن از این آهو کبا بد می دیم ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه دم گارج بودم یارم سوار شد دل ما سافرین بر من کباب شد تلفن می کنم بر شهر بیر جان که یار شیرینک از من جدا شد ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه الا شافر که ما شین زیر بایره دوتا دخت خانم جلو ما شین سوایره اگر شافر حرام زاده نبایشه تو را به دختره مردم چه کارم ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه حالا من بدهکار بودم اینا وقتی محمد سمنینی بود منو کر زندم و هرچی من کاغذ دادم گفتم یه رای نجاتی واسه ما بکنن خلاصه آخرم هیچ کاری واسه من نکردم و الان با سه تا بچه هم دارم و ارو نالاجی پنج تا بچه داشتم دوتاش بخشیدم و سه تاش الان پلوی خودمه اینا مادر که نیستن که اینا هم که 9 سال 8 سال 10 سال 15 سال دارن اینا را توی جمشید شبا میبرن استفاده میکنن میبرن تو خیابونا میفروشن شبا به راننده ها به مثلا مردمی که میخرن به مردای مثلا عرق و فلان میبرن میفروشن یکی 40 تومن 50 تومن میگیرن یک ساعت پلوشان میمونن من میگم حیفن اینا گناه دارن ما آلوده شده ایم اونا نشن بدبخت میشن جامعه آلوده میشن این یک کمکیه شما در جامعه هم بکنی پشت بیمارستان میریم اونجا شبا چند تا زنیم همینجور سرپا توی خیابون عبور مردم مردم میان میرن چه کار کنیم گشنه ای علاج نداریم دوتا من 15,000 یارو میدن از ما ما مجبوریم گشنه ایم وقت که را خونم اصلا